ایچی میگنی همی حبیب رحمان گلونم بگفتیم این ترانه را خود دکوپیسا یاد گرفتی و این همسایتون بوده حبیب رحمان بله حبیب رحمان گلونه ای سپی شفتالوی کتر شکم کتخید بینندگان گرامی سلام و وقتتان بخیر از شما دعوت میکنیم بیننده یک برنامه ویژه از چینل دری میدیا باشید با دنبال اعتراض ها شرافت پروانی از مردم افغانستان معذرت خواست نماینده بود دفل خدای نخواسته خیلی خندی کرده باشیم یاریش خندی کرده باشیم که اصلا هدف ما هیچ وقت چنین برنامه نیست پروانی افزوده است که اگر این یتیمان و همچنان سایر یتیمان کشورم و یا هر شهروند دیگر اگر از این موضوع ناراحت شده باشد من از امریکا تا کابل و تا افغانستان معذرت میخواهم من زمین امریکا تا افغانستان که پیاده بیایی رحیم الله جان ازت معذرت میخواهم و از فوا جان همچنان و از فامیل محترمتان همچنان و از تمام وطنداری که اگر در این عرصه بالای ما قار شده باشند به گفته که پروانی ما هدف توهین کردن را نداشتیم و نداریم بلکه کمی با همدیگر خندیدیم تا خنده را برای مردم افغانستان هدیه کنیم و لحظه بر دهان آنها نیز خنده بیاوریم و همیشه هنرمند بر تمام مردم خود لبخند آرزو میکنه خوشحالی آرزو میکنه و خوشبختی با آرامی آرزو میکنه گفته نیست که اخیراً و به دنبال یک مصاحبه لایف شرافت پروانی با قیس الفت و فرهاد دریا و زمزمه حبیب الرحمن گلونه شماری از کاربران این سه هنرمند را به تمسخر به این بیت متهم کردند و خواستار معذرت خواهی آنها شدند درو میرا باندای اخوان ارمان گلونا درو میرا باندای گودر زازای هم گفته است که نیشخند زدن فرهاد دریا قیس الفت و شرافت پروانی بر دو یتیم که باید از هنرشان قدردانی می شد خیلی دلم را شکست خصوصا بابا دریایی که خیلی خند نبود و یتیم پرور بود و افسوده است که این کار آنان توهین است ابی رحمان گلونه فال بی بی نیت شما میکنم مرزی که نیت ما بسیار خوب نیت است مژده دل که مسیحا نفس می آید یک شهروند دیگر نیز خطاب به فرهاد دریا میگوید که تو نمی شرمی که دو یتیمی که از سوی پدر و مادر یتیمند ریشخن میزنی و خنده میکنی من گلونه میرا و افسوده است که این کار در اروپا و امریکا جرم است و شما باید معذرت خواهی کنید. نسوه نادری هم گفته است که فرهاد معتاد است و گفته است که من چندین برنامه میگیرم. چشمایت کلشه کده فرهاد بچیم. رنگ زرد میزنه بچه‌م رویت اسکلت وره گشت گفتم کلچه کرده چشمایت متوجه بار و گفته یه نادری ما فرهاد دریا را کلان فکر میکردیم ولی وی نشان داد که هیچ چیزی نیست رفتی ششتی دونال کرامنتو تو میشه اون نفره که حبیب رحمان گلونه گفته زورت داده حبیب رحمان گلونه وی گفته است که باید از مردم معذرت بخواهی نادری افسوده است که تو به نام آشیانه چه کارها که نکردی در قبال تو بریک گرفته بودم قرغایی مرا قسم داده بود که در برابر فراد بریکای طبیعی بچه‌م گفتم سعیس حبیب رحمان گلونا حبیب رحمان گلونا حبیب رحمان دل گلونا نوار نادری به فرهاد دریا گفته است که تو همراه دو دلاک دو همراه نشستی و یتیمان را ریشخند میزنی نمیگم کمپلای فراد در جنگل این بابا چاکلیتی مردوار بیشین در مصفقه که از این بشگک معذرت بخوای به گفته یه نادری اگر از این کارهایت اظهار ندامت نکنی و از مردم معذرت نخواهی به زودی چندین برنامه خواهیم گرفت و تو را رسوا خواهم کرد اگر معذرت نخواستی ما مجبور میشیم ای تو بازارت همو تو حقیقتاً پاره کنم بازارت خو از سوی هم بسیاری از کاربران میگویند که این سه هنرمند هیچ اشتباهی را مرتکب نشدن و نباید معذرت خواهی کنن شما در گشتن عاشق رضایه همه عاشق خدای داره
بصیر تحسین از فعالان رسانه‌ای میگوید از اینکه حبیب الرحمن گلونه یک بیت پشتوست، برخی ادیبان پشتو خشمگین شدن. او خشمگین شدن آنها را غیر منطقی میداند. همچنین شبکه هنرمندان موسیقی افغانستان به سخنان توهین آمیز نستوه نادری واکنش نشان داده است. فردین عسکری مدیس که آقای نادری به خاطر پیدا کردن پول به فحاشی و گدایی سایبری روی آورده است. تمام هم غمشان هم دوی رو پول در آوردن از تیک تاک است. شما ابزار قرار بگیرین، شما یک آدرس محترم میره که در میان این آدرس صدها. رئیس شبکه همچنان سخنان چند روز اخیر این خبرنگار افغان را ناشی از تأثیرات مهاجرت و بیکاری عنوان کرده است. هر لحظه بر شما میاندیشه شما به این آدرس به این انسانها توهین کنید. این شایسته شما مردم افغانستان نیست. نصرت پارسانیز گفته است که به هیچ کسی اجازه نمی دهیم تا سرمایه های موسیقی و هنر را به خاطر پیدا کردن چند یورو پول تیک تاک بدنام کنند. لبخند تو شاهامت دوست و ای را آرزو دارم که زندگی کار نکنه که لبخند از رخسار پس شما که نمیشه انشاءالله چون خودت. به گفته وی دریا اسطوره و افتخار موسیقی افغانستان است. شما در کشتن عاشق رضایه همی عاشق خدای دارگانه. از سوی هم چند روز می شود که صحبت های آریانا سعید در رابطه با صحت‌یاب شدن خانومی مبتلا به مریضی سرطان که آهنگ های وی را می شنید و این خانوم در یکی از کنسرت های آریانا سعید نیز آمده بود دست به دست شده و مورد تمسخر قرار گرفته است. برخی از شهروندان کشور میگوید که آریانا سعید هم ملا شده است و همان گونه که ملاها از طریق دعا و تعویذ میخواهند تا مریض را شفا دهند، آریانا مدعی شده است که آهنگهایش مریضان را صحتیاب میکند. اما عده‌ای میگوید که توهین به آریانا کار درستی نیست و وی چنین منظوری نداشته است. اینا می آهنگا را همیشه گوش میکنن روزانه در مابین شفاخانه. بعد از 7 ماه یا 8 ماه سرطان از اینا کاملا از بین میره. به گفته یه طرفداران آریانا سعید وی نگفته که مریض در خانه خوابیده و توسط آهنگهایش صحتمند شده است، بلکه وی گفته است که مریض 8 ماه در شفاخانه بوده و ضمن اینکه تحت تداوی قرار گرفته، اما آهنگ هم تأثیرات مثبتش را بر روان و جسم وی داشته است و این موضوع حرف نو و جدیدی نیست و واقعیت دارد. بینندگان گرامی، به پایان این برنامه ویژه رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شما هم اگر نظرات و یا دیدگاهی در این مورد دارین، می توانین در قسمت کامنت با ما شریک بسازین. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.